بیشتر قسمت های روستا وقتی ما سر زدیم و مشاهده کردیم و خانه هایی هم که میبینیم که همگی فرو ریخته، بعضی ها حتی صاحب خانه وجود نداره و هیچ چیزی دست نزده، در کنار از این که خود امون صاحب خانه هیچ اصلا نیست یا معلوم نیست که زنده هست یا جان خود از دست داده، میبینیم که خیلی از قسمت های و دست نخورده باقی مانده خانه. مانده نباشی. خب از؟ خب سلامت. بخیر. دارین چیز بیرون میکنید؟ ما هم به حساب تقریبا 8 نفر از هرات موتر کرایه کردیم. بیامادیم با کمک همی برادرها از صبح میدی بیل میزنیم. خطا سعی کنیم اینه همه برادرها مانم هم شیره و زیره هم. به می قریه که ما سعی میکنیم تقریبا همه 3-4 نفر هسته. همی گوسفندار که میبینیم اینا همه بی صاحبه. تقریبا 8-9 همه هر همه 500 تا گوسفند. اینا بی سر صاحبه. 1-4 نفر هم اینجا هست میگه مثلا یکی میگه از ما اعضای فامیل خود 10 نفر بده 10 نفر رفته یک پیر و بچه موندم که 10 نفر از خانواده اینا نیه، یکی دیگه 9 نفر نیه. خلاصه کسی معلوم نیه که اینجاگاه اینا مثلا همیت که عوار شده اینا وقت چاشت بیده به خونه ها بیدم. من اینجا میبینم که دوستا شما هم هستم اینجاگاه. بله یا همی دوستا هم هستم، ما هم اینجاگاه بیامادم. میگه همی دکندار این کام میرسه، الاله هم شناخته هم سایه. میگه می دکوندار هم این کام میرسه که به همین جگاه به می دکون خوب باشه. بیل میزنم مثلا اونا تایی دکون معلوم میشه، میگم برکه بده معلوم میشه همین جگاه. ای دکونی بوده؟ آه ای دکونه می محله. بعد دکونی بوده و معلوم هم نیست که همی صاحب از زیر آواره های بله بله. دگه جا بوده، خونه دگه جا بوده. بله. حالا شما دارین اینجا مثلا میبینید جستجو میکنید؟ خب میوه تر و در شده و اون مثلا بشمله و شکر و دگه خود از میگم همین جگاه. ما هم مثلا من میگم کمک میکنیم داخل خونه کمک میکنیم. همچنان ورودی قریه رو شما مشاهده میکنین. در هر قریه وقتی شما وارد بشیم خب حتما در اطراف از او خانه ها رو میبینین و بعد اینکه متوجه میشین که کوچه هست و همه چیز مرتبه، اما زلزله اینجا طوری همه رو به خاک یکسان کرده که شما هم مشاهده میکنین اینجا همه تل خاک شده و هیچ چیز ثابت نیست متاسفانه و تلفات جانی هم زیاد هست. نایب رفی یکی از قریجاتی هست که در کنار یک میتونیم بگیم که رودخانه کوچک واقع شده و طوری که شما از تصویر هم مشاهده میکنین عملیات برای هم بیرون آوردن اجساد و هم همچنان برای بیرون آوردن آن چیزی که از مردم در زیر آواره مانده جریان داره و هم نیروهای امدادرسان اینجا هست و هم کمک های مردمی اینجا زیاد آمده. قسمتی که ما تصاویری برای شما نشان میدیم متاسفانه هر قسمت این خانه ها فرو ریخته و هیچ چیز سالم نیست و اگر قرار برای باشه ما تصاویری نشان بدین که یک جای آبادی باشه نیسته، همه از بین رفته و مثل این خانه که حالا شما میبینیم و حتی اساسا از اینا تازه بیرون کردن قسمتی بیرون شده، اما اینکه چی تعداد از اعضای این خانواده جان خود از دست داده نمیفهمین. مونده نباشین، ببخشیم. مطمئن هستم صاحب خانواده صاحبخونه من صاحبخونه بعد زمزله که بیامد ما تو فرغون بودم زیر فرغون بودم بعد دیگه بلند شدم سگان کاسنیه دور برم
همه جیر میخورن. آه من تو کوچه. تا کوچه. و پشت بوم بودم. خب. بعد از این دو تکان کاستی نیه. میتونی نه بدال کدی گنوم فهم زنده بدال کدی مرده بدال کدی. چند نفر بودم؟ خودمو ده نفر فقط دو تا بدال رفت. دو نفر. آه دو نفر. از ده نفر. آه ده نفر. چهار تا کوکو مدا چهار تا یک کامیش کسی دیگریم. برافس نون فهم زنده یا مرده. زن و بچه و. آه زن و بچه همه برده دولت. از کسانی که جان خود از دست دادن دیگه زن و بچه اینا همه هستن. واسه بعضی نیه. بعضی مردات هم اینجا نبوده، تنها بوده. موقع نهار بود ساعت 12 نبود. مردم همه داخل خونه بود. تشکر از شما. قریه نایب رفی یکی از قریجات دوردست ولسوالی زندجان هرات هست و طوری که شما مشاهده میکنیم بیشتر خانه ها متاسفانه همگی هموار شده و تلفات جانی زیادی هم این روستا داره. نمیفهم کسی از دوستا از روز اول بوده در این روستا دیده چیزی مشاهده کرد؟ شما همینجا بودین؟ مونده نباش. سلامت باشید. از می قریه شما؟ بله، خونه از ما. خونه شما کدوم خونه؟ او خونه میره من تو طرف خونه شما میره. تشکر دوست از شما. از شما چند نفر؟ شش تا شش. شش نفر. بله ما. خب باقی دیگه هم زخمی برده بود. شش برد. بگیم موقعی که زلزله شد کجا بودیم شما؟ چیکار شد؟ ما خود به جای گوسفنده بودیم، اونجا داش بودیم. موقعی که زلزله شد فقط اول یک گرد زمین تا بیام اون دیگه بیام اون دیگه چرخ می تو واردش تنگ بودم. انا که بودم بعدن او سرو برتر از من. خب اونجا چهار برابر بودیم، یک ردیف هم از ما بود. اما شش تا شهید بکشتیم از زیر نبود. باقی دیگه هم زخمی نور بردم به شهر بردم. تو اساسا دینم در نشد. جنازه فقط یکی از اینجا کشتیم، یکی از اینجا. یکی رم از تو خونه کشتیم. دو تا از اینجا کشتیم، یکی رم از اینجا شش تا. واقعا هم تله خاک شده بس. واقعا هم تله خاک شده از این سر تا سر. واقعا 400 400 خونه بوده گیر. واقعا هم تله خاک شده. با اینکه وقت زلزله شد بعد تعداد زیاد زیر آواره شدن، خب پس کی آمد برای نجات؟ آمد نجات دیگه با مجاهدین بیامد نجات داد بازار همین چیز داره بیامد رسیدگی کرد با ما. ما از دور متوجه بودن شما داخل این خانه نشستین، گفتم حتما خانه شما نه. بله بله خانه ما. بگین چند نفر اعضای خانواده بودین؟ تقریبا چند تا از دست دادین؟ این یک سرای قدیمی تو می کلان می یک سرای 20 25 نفر خانواده بودین، یعنی شاید تقریبا 15 تا اینا متصالم باشه. اگر دیگه متو شهید شده و زخمی تپ شده دیگر رو بردم شفاخانه اینو برده. زندگی کلان برباد شده، هیچی نمونده. نگاه که از تقریبا غیر 300 خانه هیچی نمونده دیگه. شاید یعنی خانواده هست که ده نفر بوده، شاید هیچی نمونده، شاید یکی یا دو تا مونده باشه. من پیشتر هم رای دوست ما صحبت کردم، اینجا خانه بوده که در کنار از این که اعضای خانواده زندگی میکردن، چهار نفر هم مهمان بوده از بیرون آماده بودن و وقتی مهمان آماده اینجا و اتفاقا این زلزله هم رخ داده و در کنار از این که اعضای خانواده جان خود از دست میدن، این مهمان ها هم بودن. اگر مشخصا بگم، اگر دقیق بگم، طوری که دوست ما صحبت کرد صاحب این خانه موقع نان چاش بوده که زلزله اتفاق افتاده، اینا سر غذا بودن، سر سفره بودن که
از این طرف هم زلزله اتفاق میفته و همه جان خود از دست میدن. و تو هم میگی که نمیفهمین که واقعا چی تعداد زنده ماندن، اما میفهمین تقریبی که 12 نفر از اینا شهید شدن و جان خود از دست دادن. بقیه دیگه مشخص نیست که کجا بودن، مسیر راه بودن یا خانه‌دگی بودن، خانه همسایه بودن یا اینکه شفاخانه هستن، کجا هستن مشخص نیست. روستای سیاهاب ولسوالی زندجان و آخرین روستای دور افتاده منطقه شمال ولسوالی زندجان هرات هست. همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم من حس کردم زلزله دوباره اتفاق افتاد. ساعت هست 2 و چند دقیقه و باش که من ساعت دقیقه بگم، همین لحظه اتفاق افتاد 2:19 دقیقه تقریبا 2:20 دقیقه زلزله دوباره اتفاق افتاد. اینجا مرکز زلزله ولایت هرات بوده و جایی که زلزله بیشترین خسارات را به بار آورده، ولسوالی زندجان، منطقه سیاهاب، نایب رفی، کشکک، سربلند و قریه های مثل وردک امثال اینا هست که متاسفانه خسارات مالی و همچنان تلفات جانی بسیار زیادی به جا گذاشته. اینجا هم یکی دیگر از خانه‌هایی هست که شما مشاهده میکنید، متاسفانه همه چیز به هم ریخته. سلام، اجازه است؟ این خانه فکر میکنم از شما باشه. آه از منه. چند نفر اینجا تلفات دارد؟ 5 تا. 5 نفر. 2 تام زخمی داره. 2 نفر زخمی؟ بله. خب بعد بیشتر کسانی که جان باختن کیا هستن؟ اطفال هستن؟ بزرگسالا هستن؟ 5 تا 4 تا. یک بزرگ 4 تا خورده. من 4 برادر بمانده، 1 برادرش و خانواده 6 زیر خونش. یه 2 تغییر از بام. 4 برادر خوش و هست، مادرش هم شف خونه. دیگه 4 تا زن میدی بامد دیگر و هم شف خونه. چند نفر زندگی میکردیم به میسر؟ به میسر 25 نفر. از 25 نفر چند نفر جان خود از دست داده؟ 8. خود ما بماندم کودکان بر. اینا با شما چی کاره؟ اینا از این هم 4 کودک بره. چهار تا بره، یک امیجین بره. چهار تا بره، یک کودک ما بره. چند ساله بود کودک شما؟ کودک ما 10 ساله کلون دختر. همون موقع زلزله بگیم بزار بودیم شما چه کار شدیم؟ ما آنه تسرا بودیم، سرا هم بله معلوم بشکن. برا کودکان هم بود. همین بود تسرا؟ ها، همین بود تسرا، یکی اولوک از ما. خب باز کی آمد به کمک شما؟ اون موقع که... ایش که نبود، خود ما بودیم. ایش که به داد ما نرسیم، یک نفر. یک نفر بود، اینا بیران بود. هم بیران بود. ایش که نبود، یک داد زن بود. هم به دیر خونش. هم سیاد برا. خدا صبر بده به شما. چطور کمک هم برسیده کسمسی به شما؟ بدونه تال نماده. این کمپال ماده ایستاش هم اندار زمین یه سلق پایله کش نداره، خیمه هم نماده با ما تاره، خیمه نماده، هیچ نماده. انشالا کمک های مردمی زیاد هست، هم در شهر هرات مصروف جمع‌آوری، هم سر هر چوکی ما میبینیم که استاده هستن و دارن کمک جمع‌آوری میکنن، از پول نقد گرفته تا بالاخره وسایل، مواد غذایی، پوشاک، خوراک، هر چیزی. انشالا که باز برای شما باشه. غذا بیامده کمک تال نماده. بخیر باشه، تشکر. متاسفانه در هر خانه‌ای که میرین حداقل 5-6-8 نفر تا 10 نفر ما میبینیم کسانی هستن که متاسفانه جان خود از دست دادن و زیر آواره شدن و بعد اینکه بعضی هم زخمی و شفاخانه یوزوی هرات انتقال داده شدن و این روستا هم همونطوری که پیشتر اشاره کردم عملیات پاکسازی و همچنان جستجو جریان داره. داخل قریه سیاهاب هستیم و وسط این همه مخروبه و جایی که واقعا تلفات جانی بسیار زیاد داشته و این قریه یکی از قریه جات دوردست هست و
قدرت زلزله به حدی بوده که این پایای خانه هایی که حداقل یک متر برداره و قطر اینا یک متر هست متاسفانه سقوط کرده. شما میبینین، تصویر مشاهده میکنین و از هم پاشیده اینها. و طوری که در بیشتر قریجاتی که من صحبت کردم و همچنان مصاحبه داشتم با اونا، افرادی که در قریه های زلزله زده جان سالم به در بردن کسانی بودند که بیرون از قریه بودند، یعنی مصروف یا چراندن مواشی بودند یا سر زمین های زراعتی بودند یا به شهر بودند یا به بیرون از قریه به یک گوشه و یک منطقه نشسته بودند. بقی افرادی که در داخل قریه بودند، حتی در سایه های دیوارها هم نشسته بودند، متاسفانه اونا هم یا زخمی شدند یا جان خود از دست دادند. همین 30 سال یاد بود خود ما که همین جگا ما همین زندگی میکردیم، زندگی قدیمی ما از پدر و بابو ما همین چیز زندگی میکردیم، همین چی بودیم، همین چی. ماما جان بعد از این میخواین چیکار کنیم؟ حالا همین چیز که از دست دادین، بعد از این ما به همین فکر ماندیم که خدایا ما بعد از این که حال زلزله شده که ما چیکار کنیم؟ ما تصمیمایی که ما خود ما داریم، یکی اینه که بردار ما از همین قریه که داریم از اینجا نمیتونیم بیرون شیم، چون از اینجا ما بریم بیرون دیگه جا نه نگه زمین داریم نه جای داره نه جگاه داریم، همین زمین پدری ما آبایی ما همی بوده، ما نمیتونیم از اینجا بریم بیرون بریم و به همین وضعیت فعلی و کنونی هم که شما مشاهده میکنیم نمیتونیم به همین وضعیت ما اینجا زندگی بکنیم. حتی به خیمه های هم که فعلا داده اینا بریم چند روزی که همین تامی حادثه همین شهیدان ما جمع بشن ما دفن بکنیم، دفن و کفن اونا بشه دیگه، ما ادامه داده به همین خیمه هم نمیتونیم. ما قصد ادامه زندگی همینجا داریم چون نمیتونیم بریم بیرون دیگه، همین ما باید اینجا زندگی بکنیم. خواست ما اینه که اینجا باز ساخته بشه، آباد بشه، پس همون منوال قبلی اگر چی با ما منوال قدیمی که ما داشتیم نورمال بود به او بر نمیگرده زندگی. ما میفهمیم که هزاران سال دیگه ما بزنیم اینجا به او سویه قبلی اگر چه خرابه بود اینجا، اگر بیای 5 طبقه با ما بسازم به او منوال قدیمی ما بر نمیگردیم، داغ دیده ایم، هیچ طاقت ما نمیه. اما ای خواهان هستیم، از دولت خواهانیم، از مؤسسه ها و امیر خواهش میکنیم، از مردم امیر خواهش میکنیم که اینجا با ما پس بازسازی بکنن. هر کس هر چه تلفات داده اینجا بوده، تلفات مالی ما کلا از لحاظ مالی که هیچ چه با ما نمونده اینجا، از لحاظ مالی دیگه هیچ کس هیچ چیز غیر از همین 4 تا بشکه آب بوتل آب مدنی که با ما مردم میاره همین شده سرمایه ما دیگه. سرمایه 4 تا لافتم که ما از کمپل بیرون کردیم دیگه، سرمایه اگر گوسفند داشتیم، مواشی داشتیم، گاو داشتیم، هر چه داشتیم همه از دست رفته. هر خانواده چند تا فکر میکنیم تلفات داده؟ تلفات شما در کل اگر ما بیایم بسنجیم هر خانواده شاید 7 تا 8 تا 5 تا از این جگات در کل اگر بسنجیم، خانه 7 تا شما حساب کنیم در کل، اما بریم تقسیم بندی بکنیم، خانه 22 تا بوده، خانه بوده 13 تا بوده، خانه بوده 7 تا بوده، خانه بوده 2 تا بوده، خانه بوده 1. در کل اگر ما بیایم جمع بندی بکنیم خانه 7 تا 8 تا تقسیمات بکنیم شهید شد. متاسفانه واقعا این صحنه خیلی دردناک هست و لحظه است که همه دنبال
قربانیان و دنبال بستگان خود که در زلزله جان خود از دست دادن میگردن و میبینیم در هر طرف جنازه ها پهن هست، هر کسی بالا سر یک عزیزی داره عشق میریزه. واقعا سخته اینجا تمام جنازه ها و قربانیانی که از چند قریه هست اینجا آوردن نماز جنازه خواندن و بعد قرار از اینجا به قریجات دیگه مثل نایب رفی و همچنان خود این قریه و چند قریه دیگه اینا انتقال داده بشه نماز خوانده بشه. متاسفانه میبینیم هر گوشه درد هست. هر کدوم یک عزیز خود متاسفانه از دست دادن. این طفل کودکی بود چند ساله نمیفهمم. به هر حال معذرت شما مشاهده میکنین. اینجا مادران بالا سر جنازه نشسته هستن. حالا نمیدانیم که چه کسی از اعضای فامیل از اینا در این زلزله جان خود از دست داده.